من میخوام براتون داستان ورود و نفوذ امر در کشور کره رو بگم، یعنی فتح روحانی کره چجور اتفاق افتاد. داستان رو ایادی امرالله میس اگنس الکساندر تعریف کرد، ولی متن این داستان رو خود ایشون در شهر حال خودش نوشته و این موجود هست و سند مطمئن همون نوشته خود خانم اگنس الکساندر هست، که علاوه بر این که این رو نوشته اون مدرک اصیل رو هم ضمیمه کرده. من تصور میکنم که این الان یا در آرشیو محفل ملی ژاپن و یا در آرشیو محفل ملی هاوایی باید باشه، چون که ایشون در آخرین ماهای حیاتش رفت به هاوایی و در اونجا صعود کرد، بنابراین مقداری از اوراق و مدارکش رفت اونجا. اما داستان از این قرار است که ایشون رو حضرت عبدالبها مأمور کردن برای تبلیغ در چین و ژاپن و کره. ایشون در ژاپن مستقر شد و محل زندگیش ژاپن بود، البته ایادی امرالله شد و دامنه خدماتش تمام شرق آسیا و اقیانوسیه رو گرفته بود. قصه ای که تعریف کرد و اونجا نوشته این است که وقتی این فرمان رو دریافت کرد که امر رو به کره ببره و در اونجا تبلیغ بکنه، اگنس الکساندر در ژاپن سعی کرده بود با تعدادی از افراد مهم در طبقات بالای ژاپن آشنا بشه و این ارتباط رو برقرار کرده بود. به یکی از اینها که اونجا اسمش هم نوشته در خاطراتش گفت که قصد داره بره به کره و این پیامی رو که داره اونجا هم ابلاغ کنه و دلش میخواد که یه معرفی نامه داشته باشه. این شخص که خودش از آدم های مهم ژاپن بود یک نامه معرفی نامه نوشت که این نامه که جزو اون مدارکیست که من درس کردم به صورت سکرول هست، یعنی از اون فرمان های قدیمی که دو طرفش چوب هست و لوله میشه بزرگ، یعنی نامه معمولی نبود، یه همچین رسمی یه تومار بسیار رسمی خیلی پر اهمیت پر جلوه‌ای. ایشون اینو برداشت و رفت به کره و همون اول ورود عقیده اگنس الکساندر این بود و من متاسفانه اون موقع ازش سندش رو نخواستم، ولی او میگفت که حضرت بهاءالله فرمودن که هر جا میخواین برین تبلیغ کنی اول با اون شخص اول اون منطقه مذاکره کنین و با موافقت و اجازه اون تبلیغ کنین. گفت که رفتم بلافاصله بعد از ورود تقاضای ملاقات حکران کره را کرد. کره اون موقع مستعمره ژاپن بود و حکران کره همیشه ژاپنی بود، یکی از رجال ژاپن. رفتم حضور این حکران و این نامه معرفی نامه رو بهش دادم. این نامه رو نگاه کرد و خیلی با اهمیت و چیز تلقی کرد، چون شخصی هم که نوشته بود آدم معروف مهمی بود. گفت شما چیکار دارین؟ گفتم که من یک پیامی دارم از حضرت بهاءالله و میخوام این پیام رو به اطلاع مردم کره برسونم، اجازه شما رو میخوام. گفت اون پیام چیه؟ من تعالیم حضرت بهاءالله رو برای شهر دادم، گفتم من این مطالب رو میخوام بیان کنم. گفت خب چجوری میخوای این کار رو بکنی؟ گفتم اگر اشکالی نداشته باشه با مردم صحبت بکنم که مطمئن باشم که به من تهمت این که اومدم اینجا دخالت کنم جاسوسی کنم اینا نزنن. گفت که این مطالبی که گفتی بسیار مفیده، بنابراین بخوای اینا رو یکی یکی به مردم بگی که این کار خیلی مفصلیه. من دستور میدم که امروز بعد از ظهر تمام خبرنگارا و روزنامه‌نویسای سئول رو خبر کنن بیان
در یه هتلی اسبورن. در اونجا شما اون چرا که میخوای به مردم کره ابلاغ کنی برای اینا تعریف کن و اینا اینو منتشر میکنن، بنابراین کارت انجام میگیره. بعد ایشون بعد از اون میره به اون هتل، میبینه بله در سالن همه این افراد نشستن. شروع میکنه تعالیم حضرت بهاءالله رو شرح دادن که این پیام حضرت بهاءالله چی هست و برای چه منظور هست، که البته اصلش وحدت و یگانگی بین مردم، بین ادیان، جلوگیری از جنگ و این صحبت ها. خیلی جلوه میکنه و فوراً اینا میرن و اینا رو در روزنامه ها منتشر میکنن. یعنی در ظرف 24 ساعت این مطالبی که ایشون میخواست در کره به دیگران منتقل کنه به طور عمومی منتقل میشه و یه عده علاقمند میشن که ایشونو ببینن. بنابراین قرار میذاره در هتل در یه ساعتهایی و شروع میکنه با اینا صحبت کردن. قراری که میگفت در فاصله چند روز بیش از 15 نفرشون اظهار ایمان میکنن، یعنی متوجه میشن که یه جامعه است و یه برنامه در حال اجرا، و این خیلی خوشوقت میشه و برایشون شعر میده که ما در هر نقطه‌ای که هستیم، چون رئیس و پیشوا و اینا نداریم، یه هیئتی رو انتخاب میکنیم و اون اداره میکنه، اینا موافقت میکنن و محفل روحانی سئول رو در همون روزای هفته های اول تقریبا. میگفت هنوز به 3 ماه نرسیده بود اقامت من که این محفل تشکیل شده بود. عده بهاییام روز به روز بیشتر میشد. من عریضه عرض کردم حضور حضرت عبدالبها، خیلی اظهار خوشبختی کردن و امید باری دادن و به این ترتیب امر در کره وارد شد و از لحاظ روحانی کره فتح شد. این چه سالی بود؟ اینجور که من حدس میزنم از قصه ای که ایشون میگفت، من خیال میکنم بین سالهای 1918 تا 1920 بوده، چون بعد از این بود که این فرامین تبلیغی صادر شده بود و این از هاوایی حرکت کرده بود، رفته بود در زغدس و از اونجا سفر کرده بود و اینا. حدس میزنم باید بیشتر احتمال اینه که 1919 یا 1920 قبل از صعود حضرت عبدالبها این کار انجام داد، ولی بعداً در ژاپن باقی موند و در دوره حضرت ولی امرالله، قیادی امرالله منصوب شد و خدماتش رو در اون منطقه همطور ادامه میداد. بسیار خانم منظم و مرتبی بود. یک فایل کابینت هایی داشت که این فایل ها خیلی مرتب توش بود، یعنی واقعا طوری بود که اون زمان که اینترنت رو نمیدونم این چیزای الکترونیک نبود، ایشون به سهولت میتونست هر مطلبی رو از توی این کشوهای فایل کابینت ها در بیاره ارائه بده. خیلی مرتب و منظم، بسیار خانم محترمی بود. ایشون علاوه بر اینکه امر رو در ژاپن هم تأسیس کرد، در تبلیغ در چین هم خیلی موفق بود. یعنی دو نفر که در چین خیلی در تبلیغ اثر گذاشتن، یکی میسن ریمی بود و یکی اگنس الکساندر. در حقیقت در هر اون 3 مملکت اصلی اونجا توفیق رو پیدا کرد. این داستان بود. حالا بنده به این یک فوتنوتی اضافه کردم، یه پانویسی پینویسی، و اون این بود که این داستان رو من شنیده بودم، میدونستم از خانم اگنس الکساندر. بعد در تایلند که بودم، اون دوره‌ای که در تایلند بودم، برای احبا اینو تعریف کردم و ما اینو تجربه کردیم عملا. یعنی این دوستانی که برای تبلیغ به نقاط مختلف مملکت می‌رفتن، چند تاشون عیناً این داستانو بر من تعریف کردن. چون که در تایلند که مردم بودایی هستن، یه عقایدشون طوریست که خیلی براشون مشکله که اعتقادشون رو ترک بکنن. از قرار معلوم موقعی که مبلغین مسیحی خیلی در تایلند زحمت کشیدن ولی خیلی موفق نشدن، میرفتن تبلیغ بکنن،
میگفتن که شما باید از اعتقاد به دیانت بودایی، بودایزم به اصطلاح به کلی خودتون کنار بکشین تا اینکه حضرت مسیح شما رو نجات بده. و این یه شرط خیلی مشکلی بود. این مبلغ سیار ما که از مهاجرین بود میگفت ما رفتیم در فلان ده و مستقیم رفتیم پیش کت خدا یا حاکم اون ده، اون قریه. رفتیم اونجا و گفتیم ما اومدیم اینجا یه پیامی داریم، این همین جریان میخواییم بگیم. گفت چی اون پیامو شهر دادیم؟ گفت حالا اگه شما برین اینو به مردم بگین میخواین اینا اعتقاد به بودا رو، یعنی بودایزم رو ترک بکنن و بعد بیان حرفای شما رو قبول کنن. ما گفتیم نه، ما عقیدمون به وحدت ادیان و تعالیم بودا هم یکی از تعالیم آسمانی روحانی تعلقی میشه، بنابراین ما منظورمون نیست. برعکس عقیدمون اینه که اگر کسی این تعالیم و توصیه های حضرت بهاءالله رو بپذیره در دیانت خودش عمیق‌تر میشه، یه بودایی واقعی میشه. خیلی خوشحال شد، گفتش که شما بعد از ظهر بیاین به وسط این ده، این قریه، این آبادی. به مردم شهر گفت، خبر دادن که یک کت خدا یا حاکم همه رو میخواد، یه کاری داره. همه جمع شدن وسط میدون، وسط اونجا. این اومد بالا و گفت که این شخص اومده و یک پیام جدیدی داره، میخواد به شما اینو شهر بده و خیالتون هم راحت باشه، چون منظورش این نیست که شما از دیانت بودایی صرف نظر بکنین. این عقیدهش اینه که شما اگر این تعالیم رو درک بکنین دیانت بودا رو بهتر میفهمین و معتقد میشین. بعد به من گفت که خب شهر بده. به این ترتیب عده زیادی اونجا تبلیغ شد. یعنی این راهی رو که اگنس الکساندر میگفت واقعا مؤثر بود. یعنی ما دیدیم که در چندین جای دیگه هم که عین روش او رو عمل کردن خیلی خوب اثر می‌گذاشت. این داستان. خیلی ممنون. باید یک کسی باشه یا در هاوایی یا در توکیو. خانم باربارا سیمز که منشی محفل ملی ژاپن بود دسترسی به این داشت و بعد از اینکه خانم اگنس الکساندر صعود کرده بود اینو به من نشون داد. اون تومار، اون سکرول هم بود، همه اینا جزء اوراق ایشون بود. چون آرشیو خانم الکساندر خیلی جالب بود، از زمانی که ایمان آورده بود قبل از سفر از عبدالبها به امریکا همه چیزی نگه داشته بود و خیلی عکس ها و اسناد بسیار مهمی از اون دوره داشت. مثلا یکی از چیزاشو برای شما تعریف میکنم، یک نامه ای داشت از می مکسول، مادر روحی خانم. می مکسول به اگنس نوشته بود که خبر خوشی برات دارم، من حاملم. من از حضرت عبدالبها تقاضا کردم برام دعا کنن من فرزند پیدا کنم. ایشون دعا کردن و من الان حاملم و منتظرم که این طفل دنیا بیاد و خیلی برام این مسئله مهمه. مثلا این خبر رو نوشته بود، این نامش اونجا بود، میدونی؟ از این جور چیزا خیلی داشت. آدم نگاه میکرد تعجب میکرد، اینا رو همه رو جمع کرد. باربارا سیم صعود کرد، اون این کاره بود. به تاریخ امر در ژاپن هم نوشت که چاپ شده و این خاطرات اگنس هم جمع کرد، چون با اگنس هم خیلی مشهور بود. نمیدونم در حال